حالا براتون پیش اومده که با شروع پاییز یا زود تاریک شدن هوا دچار استرس و اضطراب بشین، انگیزتون رو از دست بدین و حس بی انرژی بودن داشته باشین؟ باید بگم که شما فقط تنها نیستین، بلکه آدمای زیادی در سراسر دنیا همچین حالاتی رو با شروع فصلهای سرد سال تجربه میکنن که بهش میگن SAD یا Seasonal Affective Disorder که ما صداش میکنیم افسردگی فصلی. افسردگی فصلی معمولاً توی پاییز و برای بعضیا تو اوایل زمستون اتفاق میفته و با طولانی تر شدن روزها توی بهار و تابستون از بین میره. علائمی که داره دپرس بودنه، از دست دادن علاقه به کارهایی که قبلا ازش لذت میبردید، انرژی پایین، مشکلات خواب، تغییر ذائقه غذایی یا تغییر وزن، حالا میتونه کاهش وزن باشه یا افزایش وزن باشه، حس خستگی و ناامیدی. حالا اگر که این علائم رو به صورت خیلی خیلی شدید تجربه میکنید، کمک گرفتن از یه تراپیست بهترین راهه. اما خب اگه به صورت ملایم‌تر تجربه میکنید، احتمالاً این سری راهکارها وجود دارن که خودمون میتونیم انجامشون بدیم تا به افسردگی فصلی غلبه بکنیم. یکی از مؤثرترین راهکارها اینه که تا جایی که میتونید در معرض نور خورشید قرار بگیرید. پیشنهاد من اینه که سعی کنید که با طلوع آفتاب از خواب بیدار بشید و یه پیاده‌روی هر چند کوتاه در بیرون خونه انجام بدید تا نور بیشتری دریافت کنید. یا مثلا نوشیدنی گرمتون مثل قهوه یا چای رو به جای خونه تو فضای بیرون نوش جون کنید که هم باعث میشه که گرم بمونید هم نور روزانه‌تون رو دریافت کنید. نکته بعدی هم اینه که تا جایی که میتونید میزان ورود نور طبیعی به خونه رو یا مثلا محیط کارتون رو افزایش بدید. مثلا حتما در طول روز پرده ها رو کنار بزنید و سعی کنید برای کار کردن یه جایی رو انتخاب بکنید که نزدیک پنجره باشه تا نور بیشتری بگیرید. حتی بعضی از آدما میان مثلا رنگ دیوار خونه هاشون رو به رنگای روشن‌تر تغییر میدن یا از لامپ های استفاده میکنن که خب نور خورشید رو بیشتر شبیه سازی میکنه. ورزش منظم یکی از راه‌های مفید برای مبارزه با افسردگی فصلیه و اثر بخشی تقریبا مساوی با داروهای ضد افسردگی داره، به خصوص که اگه بتونید این ورزش رو بیرون از خونه انجامش بدید. ورزش منظم میتونه سروتونین و اندورفین رو توی بدنتون افزایش بده که شادی آوره و به جز این باعث بهبود خواب میشه و بهتون اعتماد به نفس میده. تو تحقیقات نشون داده شده که ورزشایی مثل پیاده روی، وزن برداری، شنا و رقص میتونن برای درمان افسردگی مفید باشن و سعی کنید که 4-5 روز در هفته بین 30 تا 60 دقیقه این ورزش‌ها رو انجام بدید. از اونجایی که خود من افسردگی فصلی و کلن افسردگی رو در مواقع زیادی تجربه کردم، میدونم که خیلیاتون وقتی دچار افسردگی میشید دلتون میخواد که تنها باشین و حوصله هیچ کس رو ندارید. اما در کنار آدمهای دیگه بودن، حتی وقتی حالش رو ندارید، خیلی میتونه به مدیریت افسردگیتون کمک کنه و مودتون رو سریعا تغییر بده. بنابراین خودتون رو مجبور کنید که به دوستاتون پیام بزنید و با هم توی کافه قرار بذارید یا حداقل به درخواستشون برای دیدن شما جواب منفی ندید. یا مثلا به جای اینکه تنها جلوی لپتاپتون بشینید و غذا بخورید، سعی کنید به جمع خانواده بپیوندید و خلاصه یه جوری خودتون رو در کنار بقیه آدم‌ها قرار بدید. بیایید قبول بکنیم که اکثر ماها تاثیر مواد غذایی که میخوریم و روی روحیمون واقعا دست کم میگیریم. اما همین هورمونایی که برای ما افسردگی میارن، شادی میارن و اصلا مودای مختلف رو درست میکنن، توسط غذایی که میخوریم قابل کنترله. یکی از اثرات SAD یا همین افسردگی فصلی اینه که آدم‌ها بیشتر حواس خوراکی‌های پرشکر مثل شیرینی و یا کربوهیدرات‌های ساده مثل پاستا و نون سفید می‌کنن. اما این کربوهیدرات‌های پیچیده هستن که گزینه بهتری محسوب میشن، مثل اوتمیل، مثل نون جو، مثل برنج قهوه‌ای، مثل کینوا یا میوه‌هایی مثل موز، سیب، پرتقال و البته غذاهایی که امگاسای بالایی دارن مثل گردو، ماهی، دانه چیا. و اصلا میتونید توی گوگل سرچ بکنید و ببینید چه غذاهایی بر افسردگی مناسبه و یه لیست کامل از اینجور غذاها رو داشته باشید. و در آخر اگر که همین راهکارا رو انجام دادید و بازم احساس کردید که خب هنوز این اختلال رو دارید و براتون حل نشده،
احتمالاً بتونید از پزشک کمک بگیرید، چون شنیدم راه‌هایی مثل استفاده از لایت باکس یا حتی سری داروها خیلی میتونن توی درمان این اختلال مؤثر باشن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر دوستش داشتین لایکش بکنید و همچنین کانال من اگه تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید.